گفت جوان بود پر غرور بی ادب، انقدر مادرش رو آزار میداد، مادر پیر و ضعیف و نحیفش. اینو بگم زود بریم جلو. عاقبت مادرش رو کولش انداخت، گفت ضعیف و نحیفه، برد بالای بلندی تو کوه، گفت رهاش کنم بذارم حیوانای درنده بیان ببرنش، همچی که مادر رو گذاشت. سرازیر شد به سمت خانه، مادر شروع کرد دعا کردن، گفت خدایا بچم رو حفظ کن، از بلندی نیفته. در رنده ها بچم رو آزار ندن. ندا اومد موسا برو تو فلان کوه، آدرسشو بهش داد، گفت برو مهر مادری رو نگاه کن. موسا با عجله اومد تا این صحنه رو دید، دید مادر داره دعا میکنه، احساساتی شد. خیلی ناراحت شد از دست اون پسر، بد حیرت زده که خدا چقدر مادر میتونه مهربون باشه، اولاد اینجوری واج رفتار میکنه، اما مادر اینجوری براش دعا میکنه و مهربونه. ندا اومد موسا مهر مادری رو دیدی یا نه؟ من خیلی از مادر به بندام مهربون ترم. دوباره خطاب آمدی بر کلیم، ز سوی خدای غفور و رحیم، که موسی از این مادر دل پریش، منم مهربان تر به مخلوق خیش. ولی حیف کو خود ستایی کند، ندانست از من جدایی کند، در این بدی من از آن دل خوشم، که با تو به این ناز او میکشم. شب نوزدهم به دعام نمیرسیم، اما فقط میخوام دعای امیرالمومنین در سجده خوندن با هم بخونیم. این آخرین سحری بود علی دعا رو میخوند. چی شد سید داری آروم آروم میخونی؟ نه دیگه میخوام آروم آروم بگم، خودت با گریت حال مجلس عوض کنی. همه دخترها باباییم، همه دخترها عشقشون باباشونه. اینقدر خوشحال شد گفت بعد چند وقت بابام میخواد بیاد خونه ما افطار. دختر علی سفره بند کرد، نون آورد، نمک آورد، کاسه شیری گذاشت. باباش وقتی سر سفره نشسته بود کیف میکرد، این زیر لب میگفت خدا سایه تو از سرم کم نکنه بابای قشنگم.
مولا تا نگاه کرد فرمود عزیزم تا حالا کی دیدی بابات سر سفره‌ای بشینه که دو نخورش باشه؟ بابات با نون و نمک عادت داره، نون و نمک و خور. دختر علی میگه نیمای شب دیدم بابام یه طور دیگه شده، میاد وسط حیات نگاه به آسمون میکنه، این صدا میزنه انا لله و انا الیه راجعون. آی جانم، آی جانم به این عشقه، الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوای غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. وقتی مولا اینجوری میگه ما چی بگیم؟ و لسانی مقرن به ذنوب و کیف ایلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف القروب اغفر ذنوبی کلام به حرمت محمد